خانم محتشمی، شما سال 1401 رو چطور درک کردید؟ والا سال 1601 رو سال تبلور جنبش مدرن 100 ساله زنای ایرانی برآورد میکنم. یعنی فعالیت های مدنی که زنان در کشور ما اصولا یا همراه با جنبش های دیگه بوده، مثل مشروطه، ملی شدن نفت، انقلاب 57، که زنان خواسته های خودشون رو اصولا توی حاشیه این جنبش رو مطرح میکردن، و یا اصولا مثلا از آزادی هایی که از بالا به دست اومده، مثل کشف حجاب زمان رضا شاه یا حق رأی زنان از طریق انقلاب سفید. ما جنبش های مستقل زنان کمتر داشتیم. توی مبارزات گذشته اصولا زنان تشویق میشدن که از خواسته های خودشون به نفع جنبش در کل و نگه داشتن وحدت در صفحه انقلاب صرف نظر کنن. یعنی در واقع یه جور فداکاری مادرونه از اونها انتظار می رفته. اما این بار زنان نه تنها مستقیما به میدان اومدن، بلکه با شعار زن زندگی آزادی زنان در مرکز این انقلاب قرار گرفتن. شعار زن زندگی آزادی که اشاره کردین، از نظر شما به چه معناست و چه چشم‌اندازی رو برای 1402 پیش روی ما میذاره؟ بالا همطور که گفتم، این اولین باری هستش که خواسته های زنان به صورت یه شعار مرکزی در متن فعالیت های مدنی یا انقلابی قرار میگیره. ولی خب در واقع باید بگم که این جنبش یه نتیجه منطقی هم از گذشته خودش هست. یعنی در طی این 44 سال ستمی که به زنان ایران رفته، مثل یه تیر کمونی که انقدر اون رو عقب کشیدن که سرعت پیشرفت و تحولش واقعا بسیار بوده. یعنی در واقع زنان از تجربیات خودشون در تاریخ آموختن که خواسته های خودشون رو کنار نذارن یا در حاشیه نذارن، بلکه در مرکز جنبش بذارن. برای این من فکر میکنم این جنبش حتی در همین جایی که الان هست آردی موفقه، یعنی پیروز هستش، و دیگه هر دستاوردی که بیش از اون به دست بیاد در فعالیت های مدنی که عوض کردن قوانین برگردونه یا براندازی، اینا همه دیگه یه دستاوردهای بیشتر هست. ولی همین جا هم که هستیم با همین حرکت، به نظر من این جنبش پیروز بود. به نظر شما به لحاظ فرهنگی ما از جمهوری اسلامی عبور کردیم؟ ولی شما خودتون بهتر میدونین جامعه ایران همیشه یه جامعه متنوعی هست. همیشه آدم هایی هستن اونجا که از جمهوری اسلامی، شاید حالا به این شکلش یا به صورت رفرم یافتش، طرفداری بکنن. ولی از جمهوری اسلامی، بله، من فکر میکنم ما گذر کردیم. ولی اگر از نظر فرهنگی از اسلام گذر کردیم یا نه، اون یک امر جداگانه است. ولی فکر میکنم از جمهوری اسلامی بعد، یعنی تجربه کردیم 44 سال متاسفانه جمهوری رو برای اولین بار در قالب اسلامیش تجربه کردیم و گذر کردیم. به نظرتون سال 1402 از لحاظ فرهنگی، از لحاظ جنبش و تأثیری که زنان دارن توی اجتماع چه شکلی خواهد بود؟ ببینید، برای منی که در خارج از ایران زندگی میکنم، واقعا سخت گفتنش. ما فقط از طریق ویدیوها و اخبار هستش که داریم دنبال میکنیم و ملاحظه میکنیم که چه اتفاقاتی داره. مثلا همین چهارشنبه سوری رو من میدیدم، چند روز پیش ویدیوی دختران اکباتان رو میدیدم و چیزهایی که خب میبینید در سوشال میدیا، همه اینها رو میبینید. این واقعا عقبگردی وجود نداره. یعنی دیگه با این دستاوردهایی که ما در خیابان داریم بین مردم عادی میبینیم، نه بین روشنفکران فقط، نه بین مثلا رهبران، ولی در بین مردم عادی داریم میبینیم، برگشتی نیست. یعنی واقعا درسته که یک حکومتی میتونه اونقدر
به صلاح وحشی باشه که سرکوب کنه، ولی اگه بخواید روند تاریخش رو نگاه بکنید راه برگشتی دیگه نیست. موسیقی